ببینید ما هممون یک پوسته فیزیکی هستیم یه چیز حقیقتش رو بخوام پوسته فیزیکی که معمولاً این پوسته فیزیکی تحت سالهای زیاد می رود رو به فرسودگی هرچه سن انسان بالاتر فرسودگی پوسته فیزیکی بیشتر میشه ولی اون جان وجود، روح وجودی که در داخل همه ماست ما این خیلی مهمه که این فرسوده نشه، این نترسه، این داغون نشه. یعنی شما ممکنه شکنجه بشید، ممکنه حتی تیر بخورید. ممکنه چشمی رو از دست بدید. ممکنه فلج شده باشید، روی ویلچر باشید. ممکنه پاتون شکسته باشه، ممکنه سنتون بالا رفته باشه، اون زیباییتون از بین رفته باشه، یا کم شده باشه. ولی یک گوهر وجودی در داخل همه ما هست. گوهر وجودی اگر جوان موند، اگر شجاع موند، اگر این خورد نشد، مقاومت کرد، شما فرق نداره تو چه سن و سالی باشید در چه وضعیتی باشید جوان باشید یا پیر سالم باشید یا معلول شده باشید یا چشمتون از دست داده باشید اون هسته وجودی انسان هست که مهم هست حالا طبق کتاب عرفان آریایی بهش میگن روح لطیف روح لطیفی که در تقریبا میگن یک انگشت چهار انگشت اگر بالای ناف بگذاری یک وجب تقریبا یک همچین حدودی این روح لطیفت رو حس میکنی یعنی اگه تمرکز کنی مدیتشن کنی اون رو حس میکنی اینجا قرار داره برای همین میگن آقا خیلی چیزها و مشاهدات قلبی اینا بر میگن آقا مگه قلب چیزی حس میکنی یه چیز تپنده است بله اینجا چون روح لطیف انسان واقع است این خیلی قدرت داره انقدر قدرت داره که میتونه همه چیز رو تحمل کنه جمهوری اسلامی شاید بتونه پوسته فیزیکی خیلی از هموطنان رو از بین ببره ولی اون روح وجودی از بین نخواهد رفت اگه شما بخواید مثلا مجید رضا رهنورد الان بین ما نیست سید محمد حسینی نیست اون روح وجودیش دوباره برگشته تو بدنهای ما دمیده شده در بدن بسیاری از مبارزین داخل کشور در این کالبد فیزیکی که میگن و به ما نیرو میده و به ما انرژی میده پس سعی کنید این روح لطیف وجودیتون از بین نره اینجاست که مرکز قدرت اینجاست که تمام تصمیمات درست اختیار میشه اینجاست که باید شجاع بمونه اینجاست که باید جسور بمونه نگو آقا من پیرم من معلولم من ناتوانم من علیلم این رو نگو تو یک جان وجودی قوی داری که این جان وجودی قوی خیلی کارا میکنه پوسته فیزیکی چیزی نیست پوسته فیزیکی رو میتونن شکنجه کنن فشار بیارن همش برای اینه که این داخلیه بشکنه اگه این داخلیه شکست کار تمومه اینها شاید بتونن این پوسته فیزیکی ما رو نابود کنن ولی این قسمت نابود شدنی نیست مگر اینکه تمام تلاششون بر اینه که این با فشار روی این پوسته فیزیکی بر این و این کالبد و جسم این داخلی رو هم از هم بپاشونن اون فرد دیگه تموم میشه از هیچ موقع آثار فیزیکی، آثار شکنجه، حتی تجاوز، تجاوز هم یک عملیست به پوسته فیزیکی دوستان اونم برای چیه؟ برای اینکه اون وجود داخلی، روح لطیف داخلی بشکن نابود بشه. اینها مثلا از ابزار تجاوز استفاده میکنن، دلیلش این هست. از شکنجه استفاده برای اینکه این داخلی بشکنه، به ترس ولی کافیه این رو انقدر تقویت کنید که از نشکستنی بشه نابود ناشدنی بشه مثل مجید رضا رهنورد بشه یعنی این بسیار قوی باشه هیچ کاری از دارن اصلا دارن میبرن اعدام میگه آقا اعدامت میکنن میگه بعد من خیلی خوشنودم اصلا پشیمون نیستم این باید خیلی درجه بالا رسیده باشید یعنی این روح درونی باید انقدر قوی شده باشه که دیگه به اون درجه منتها که برسه که مجید رضا در سن مثلا 23 سالگی رسیده میگه هیچی مهم نیست سر مزارم هم نه کسی گریه کنه نه قرآن بخونید نه نماز این نکته اصلی حرف من هست چگونه میتونید این رو تقویت کنید 25 به جای اینکه بترسی از همه یه ترس هایی که برای ما ایجاد کردن میزنن میکشن گور میکنن علم میکنن میخوای قوی کنی گامت رو از در خونت وردار برو بیرون این تقویت میشه یه چیزی که من در وجود انسانی دیدم و واقعا به هم اثبات رسیده توی یک جایی که یک جمع زیادی باشن انسان ها با هم دیگه این گویا انرژی و اون روح لطیف اصلا به هم یک منتقل میشه مخصوصا انسان که هم فکر و هم فرکانس هستند هم فرکانس ها وقتی کنار هم قرار میگیرن یک قدرت عجیب ایجاد میشه چیزی که تو هیچ جا نمیبینید من بارها امتحان کردم وقتی که داخل تظاهراتی میرفتم یا حرکتی انجام میدن در جمع که بودیم یک قدرت عجیبی در بدنها میومد و میرفت این همون قدرت تقویت روح لطیف هست که انجام میپذیره اگر در اون روز در بیست و پنجم انسانهای با شرف و شجاع بیرون بیان انسانی که حتی فقط میخواد بیاد تماشا کنه اون هم بیرون بیاد اون از اون فرکانس بزرگ تغذیه میشه یک انسان دیگر خواهد شد نشکستنی میشه نفوذ ناپذیر میشه این رو میتونید امتحان کنید